بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. آیه 36 از سوره انفال. مفسران در مورد شأن نزول این آیه گفتند که بعد از شکست سنگینی که قریشیان در غزوه بدر متحمل شدند و تعداد بسیاری از سران مخالفان رسول اکرم که در تمام طول ایام اقامت ایشون در مکه ایشون رو مورد آزار و اذیت و ستم قرار داده بودند و طرفداران ایشون رو به قتل رسونده بودند، زیر شکنجه گرفته بودند، وادار به فرار از شهر و دیار خودشون به حبشه کرده بودند و بعد توطئه قتل رسول اکرم رو ریخته بودند و در پی اون پیغمبر اکرم به مدینه مهاجرت کردند و پیروانشون به نام مهاجرین به مدینه رفتند. اینها در ادامه توطئه های خودشون برنامه ریزی هایی کردند و نهایتاً در اولین مساف که در ناحیه بدر برپا شد متحمل شکست بسیار سخت و سنگینی شدند. غزوه بدر کاملا قابل احتراز بود. یه عده‌ای از مورخین یا کسانی که وقایع تاریخی رو تحلیل میکنن میگن در غزوه بدر پیروان رسول اکرم بودند که آغازگر جنگ بودند، در حالی که اینطوری نیست و اون مساف و رویارویی کاملا قابل احتراز بود. دلیلش هم این بود که یک کاروانی بود که مال و تجاره بسیار گران قیمتی رو، ارزشمندی رو داشت از مکه به طرف سوریه حمل میکرد و از یه مسیر مشخصی هم داشت میرفت. اما اطلاع رسیده بود به رسول اکرم که قصد اینها از انتقال این مال و تجاره به سوریه تبدیل کردن اون به پول بسیار زیاد و خریدن تجهیزات جنگی برای حمله کردن به مدینه و از میون برداشتن و قلع و قمع امت اسلامی. به همین دلیل رسول اکرم فرمودند که این مال و تجاره نباید از اینجا رد بشه و دستور فرمودند که در ناحیه بدر جلوش گرفته بشه که اینا رو قبلا توضیح دادن. اما این طرح لو رفت در واقع و ابو سفیان از طریق جاسوسانی که گمارده بود متوجه شد که یه مساف و رویارویی در ناحیه بدر در انتظاره و این کاروان از بین میره. به همین دلیل کاروان رو مسیرش رو عوض کرد و فرستادش به طرف بحرالاحمر که از کنار دریا بره و اصلا از نواحی مدینه رد نشه. و بعد از اینکه این کار رو کرد اومد اعلام کرد به قریش که خطر رفع شده و کاروان هم به سلامت از مسیر دیگه میره و به مقصد برای فروش میرسه. به همین دلیل ما میتونه دیگه خیالمون راحت باشه. اما
ابو جهل و نضر بن حارثه و سایر معاندان رسول اکرم گفتن نه، اینه که محبت رفته به مدینه و حالا میخواد یه عده رو با چوب و چماق جمع کنه بیاره جلوی ما قرار بده، این درست نیست و ما باید بریم خودمون به اون ناحیه‌ای که اونها منتظر هستند که با ما مساف بدن و اونجا باهاشون روبرو بشیم و اونها رو یک شکست سختی بدیم و همونجا قلع و قمعشون بکنیم. یا قلع و قمع میشن کاملا یا هیمنه ما روی اونها تأثیر روانی خواهد گذاشت و اونها رو وادار به تسلیم خواهد کرد و به هر حال اینجوری ریشه دعوت محمد کنده میشه. و هر چقدر که ابو سفیان خواست اونها رو نصیحت کنه که دست از این تصمیم بردارن، اونها قبول نکردن و اومدن برای رویارویی و مقابل جویی و چنان که گفتم شب پیش از حرکت به سمت بدر یکی از سپاه کفار به نام جهیم ابن سلت یک رؤیای بسیار دهشتناکی دید که یک نفر سوارکار داره میاد و یه شتری رو هم همراه خودش میاره و میرسه به خیمه و خرگاه قریشیان و بعد اونجا یه زخمی به شترش میزنه و شتر رو رها میکنه و این شتر میاد و تمام خیمه ها و خرگاهی رو که دشمنان رسول اکرم برپا کرده بودن میزنه، میندازه تمام این خیمه و خرگاه رو و چون زخمی شده بوده خون میپاشیده ازش این ور اون ور، به تمام این خیمه ها و اشخاص خونش پاشیده میشده. وقتی که از خواب بیدار میشه این خواب رو که تعریف میکنه میگه که معلومه که روز بسیار خونباری در برابر ماست و عده بسیار زیادی از ما کشته خواهند شد. ابو لهب و ابو جهل به جهیم ابن سلت میگن تو با این حرفی که زدی نفوس بد زدی، فال بد زدی و دل سپاه ما رو خالی کردی و نباید این حرفا رو میزدی، این چه حرفی بود زدی؟ ما میریم و پیروز میشیم. دیگران گفتن چطور شما انقدر یقین داریم به پیروزی؟ ابو لهب گفت به خاطر اینکه ما تعداد ما بسیار زیادتره از پیروان محمد و ما مردان جنگی هستیم و بعد تجهیزات مناسب داریم، اونا ندارن و همین دلیل به راحتی شکست خواهند خورد و اگرم فیصله پیدا نکنه کار ضربه روحی میخورن. در اون غزوه مجموع پیروان رسول اکرم که به شهادت رسیدن 14 نفر بود، اما از طرف مقابل 170 نفر به قولی بیشتر و کمتر به هلاکت رسیدن که سران معاندان و مخالفان جزشون بودن، من جمله نضر بن حارثه، جهیم ابن سلت، اشخاصی مانند ابو لهب، ابو جهل. و نهایتا در اونجا یک چاه خالی وجود داشت، چاه خشکی، و تمام این کسانی رو که به هلاکت رسیده بودن آوردن جمع کردن و همشون ریختن توی اون چاه و بعد پیغمبر اکرم بر سر اون چاه اومدن و با اون اجساد صحبت فرمودن و گفتن شما میخواستیم ما رو نابود بکنیم و به این دلیل به ما حمله کرده بودیم و به این دلیل اینجا اومدیم و سالهای سال ما رو آزار و اذیت کردیم و شکنجه کردیم و بارها من به شما پند دادم، اندرز دادم که به ذلت و خاری کشیده میشین و گوش ندادیم و حالا همه اجساد بی جانی هستیم که در این چاه سرنگون شدیم. ابو سفیان رفت و اون به جا مانده سپاه رو از بدر جمع کرد، همراه خودش رفت و برد و اون کاروان مال و تجارم
از طریق بحرالاحمر رفت و فروشش رو انجام داد و پول زیادی رو برگردون. وقتی که برگشتن دور هم جمع شدن و گفتند که ما باید ببینیم که چی شد که با اینکه اینقدر تعداد ما بیشتر بود و تجهیزات داشتیم و اونا یه گروه اندکی بودند شکست خوردیم و اینقدر کشته رو دستمون بود. در اینجا بعضیا بودند که تعریف کردند خاطرات خودشون رو از اون رویارویی و گفتند که ما وقتی که جنگ شروع شد رفتیم از سپاه قریشیان بودن و ما از سپاه جدا شدیم، رفتیم بالای یه بلندی ایستادیم و شروع کردیم به نظاره کردن صحنه جنگ. گفتیم اگر که پیروزی از آن دشمنان رسول اکرم باشه ما میاییم و در غنایم شرکت میکنیم، اما اگر کار به کشتار و هلاکت برسه ما نمیخوایم کشته بشیم. رفتیم اون بالا وایسادیم نگاه کردیم. بعد همین جوری که اون بالا وایساده بودیم داشتیم نگاه میکردیم، یه دفعه از پشت سرمون صدای همهمه شنیدیم و شنیدیم که یکی هی میگفت هیزوم هیزوم وای نسا، یعنی هی میزد به یه اسبی که حرکت کنه و یه عده پشت سرش بودن و میومدن و اینها همه سربند سفید بسته بودند و این من نمیدونستم که اینها کیان و از کجا پیداشون شده و اینها اومدن و در درگیری شرکت کردند و بسیاری از کسانی که به هلاکت رسیدن توسط این قوم بودن که معلوم نبود از کجا پیداشون شد اومدن و رفتن. در این مورد گزارش های بسیار زیاد دیگه هم وجود داره که اشاره به اون افرادیه که جزء دو سپاه نبودند و از جای دیگه وارد شدند برای کمک کردن به سپاه رسول اکرم، چون اون مسافه بدر بسیار مهم بود. یعنی اگر که مسلمانان پیروز فقط نمی شدن مسلما شکستهای بعدی نصیبشون می شد و اگر پیروز می شدن بهشون قوت قلب می داد برای مقابله در شرایط مشکلتر در آینده. و این اشاره به همون موجودات فرازمینیه که حضور پیدا کردن در میدان و در درگیری شرکت کردن. این در خاطره مونده بود، اینجا نقلش کردن در جلسه ای که ابو سفیان در مکه گذاشته و اون پیر نجدی هم اومده و شرکت کرده و میخوان بررسی کنن که چه کار بکنن که اون شکست سنگین رو جبران کنن. پیر نجدی گفت با این میزان از مال و تجارهی که شما فروختید و سود هنگفتی که کردید بهتره که همه تون تصمیم بگیرید که کل این سود خودتون رو تبدیل به یه سرمایهی بکنی به منظور سرمایه گذاری کردن برای خرید بهترین تجهیزات جنگی، اسبهای تیزرو و تکاور، شترهای جوان و نیرومند و زره و خود و خفتان و جوشن، نیزه، شمشیر، سپر و هر چیزی که لازمه که شما داشته باشید که با تجهیزات بسیار مرتب جبران شکست دفعه پیش رو بکنی. همه اون کسانی که در اون جلسه شرکت داشتن گفتن ما حاضریم از سود خودمون صرف نظر کنیم و اون رو سرمایه پیروزی خودمون بکنیم. به قول خودشون اومدن انفاق کنن اموالشون رو تا راه خدا رو سد کنن. اینجاست که آیه 36 سوره انفال نازل میشه: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. اینها میخوان اموال خودشون رو، سود خودشون رو سرمایه بکنن و سرمایه گذاری بکنن اموالشون رو تا نیروی لازم رو جمع بکنند و راه خدا رو جلوش رو بگیرند و این کار رو خواهند کرد،
اما ثم تكون علیهم حسرتا ثم یغلبون، مسلما شکست خواهند خورد و مغلوب خواهند شد و جز حسرت از بی‌نصیبی کاری که کردن براشون نخواهد موند. طرح دشمن آشکار شد که چیکار میخواد بکنه و قوت قلب هم به رسول اکرم و به پیروان ایشون داده شد. حالا که اونا میخوان بسیج کنند و قریش رو جمع کنند و نیرو از این ور اون ور بیارند و مسلحشون به بهترین تجهیزات بکنن، شما بدونین که اینها بهره ای از این کار نمیبرن. همون شب پیغمبر اکرم یک رؤیایی مشاهده کردن. در اون رؤیا به رسول اکرم نشون داده شد و ایشون بعدن فردای اون روز تعریف فرمودن رؤیاشون رو برای پیروانشون. دیدم که در منزل من یه گاوی هست، بعد من دیدم که این گاو ذبح میشه، یعنی سر این گاو رو میان و میبرن. بعد من خودم شمشیری رو بیرون میکشم تا برای دفاع داشته باشم، میبینم که لبه شمشیرم شکسته شده. متعجب میشم که چرا لبه شمشیر من شکسته شده و باید چیکار کرد. اینجاست که میبینم یک زره بسیار استواری دارم و با اون زره خودم رو پوشوندم و دستم رو کردم تو اون زره. اشخاصی که اونجا در خدمت رسول اکرم بودن به عرضشون رسوندن که خب معنی این رؤیا رو ما نمیفهمیم، این یعنی چی و چجوری باید تعبیرش کرد این رؤیا رو، یعنی چجوری باید از این سمبول ها و نماد ها که زبان خوابه عبور کرد و به پیام خواب رسید. و رسول اکرم میفرمایند که اون گاوی که اونجا من مشاهده کردم که ذبح میشه، نشون دهنده اینه که بسیاری از کسانی که با من برای دفاع از مکتبشون و از شهرشون در برابر لشکرکشی کفار مقاومت میکنند به شرف شهادت نائل میشن. اما اینی که لبه شمشیرم شکسته، یعنی یکی از نزدیکترین یاران من به شهادت میرسه توی این غزوه که پیش میاد. اما اون زره وضعیت تدافعی ما در بیرون شهر مدینه است که اون زمینی که ما برای نبرد انتخاب میکنی، اون باعث میشه که دشمن نتونه بر ما غلبه بکنه، دشمن نمیتونه ما رو از بین ببره. و همین جورم شد، چون این خواب رو ایشون پیش از غزوه احد دیدن و غزوه احد سنگین ترین ضربه بود که رسول اکرم در یک مساف و رویاروی نظامی متحمل شدن. زخم هایی به پیکر مبارکشون وارد شد و حتی دندان مبارکشون شکست و حضرت علی خیلی آسیب شدیدی دیدن، زخم‌های متعددی خوردن و سید الشهدا حمزه ابن عبدالمطلب عموی بزرگوار ایشون به شهادت رسیدن و بسیاری از پیروانشون، و حتی شایع شد که رسول اکرم خودشون هم به شهادت رسیدن و نهایتاً ابو سفیان و سپاهش به تصور این که به هدف خودشون نائل شدند و پیغمبر از دنیا رفتند مراجعت کردند به مکه. ولی به مدینه آسیبی وارد نشد. پیغمبر و اصحاب ایشون مراجعت کردند به مدینه. به هر حال دشمن دست خالی مون از اون هدفی که داشت، به نتیجه نرسید. علی‌رغم تعداد بسیار زیاد نیرویی که آورده بود و بهترین تجهیزاتی که سازماندهی کرده، این نشون دهنده اینه که رسول اکرم پیشاپیش از نتیجه نهایی اون رویارویی از طریق الهام باطنی
مطلع شده بودن و در رؤیایی که به ایشون نشون داده شده بود فیصله جنگ رو میدونستن. صدق الله العلی العظیم.